سرخط خبرها. مرگ رهبر داعش در عملیات کماندویی آمریکا، ابو ابراهیم هاشمی قرشی در سوریه کشته شد. تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت زنان در افغانستان، گزارش شده طالبان دو فعال دیگر را بازداشت کردند. گزارش وال استریت جورنال از نگرانی مقام‌های آمریکایی درباره برجام، می‌گویند با احیای توافق قبلی ایران در کمتر از یک سال می‌تواند بمب اتمی بسازد. و کشف 7 جسد دیگر در مرز ترکیه و یونان، شمار مهاجرانی که از سرما جان باختند به 19 نفر رسید. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای ویژه این کشور ابو ابراهیم هاشمی قرشی رهبر گروه داعش را در سوریه کشتند. این عملیات در استان ادلب سوریه نزدیک مرز ترکیه صورت گرفت. یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید او در آغاز عملیات بمبی را منفجر کرد و خودش و اعضای خانواده‌اش را کشت. گزارش شده که دست کم 13 نفر در این حمله کشته شدند، از جمله 6 کودک. وزارت دفاع آمریکا میگوید در این عملیات که با استفاده از چند بالگرد انجام گرفت، هیچ آمریکایی کشته نشد. همکارم خشایر جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایر، بیشتر بهمون بگو چی میدونیم از این حمله؟ این عملیات شب گذشته در شمال غربی سوریه در استان ادلب در شهر عتبه رخ داده. همونطور که اشاره کردی، نیروهای هوابرد آمریکا با استفاده از هلیکوپتر از شهر کوبانی بلند شدن. شبه نظامیان کرد سوریه هم کمکشون کردند، به این منطقه رفتن، جایی که شناسایی کرده بودن به عنوان اقامتگاه ابو ابراهیم قریشی رهبر داعش. به اونجا حمله میکنن. در ابتدای حمله ابو ابراهیم با انفجار یک بمب به گفته آمریکایی‌ها خودش و اعضای خانوادهش رو میکشه. درگیری سنگین بوده. اهالی محل را شنیده شدن صدای انفجار متوالی خبر دادند. خبرگزاری فرانسه مصاحبه کرده با صاحب این ملک که ابو ابراهیم قریشی درش ساکن بوده. او گفته که این فرد 11 ماه در اینجا مستجر بوده. از او به اون آدم آرام و بی سر صدایی نام برده که سرش تو کار خودش بوده و اجارش رو به موقع میداده. به همراه زن و 3 فرزندش در طبقه اول ساختمون بوده. در طبقه دوم خواهر بیوش ظاهرا گفته بوده که ساکن هست. آقای قریشی رو که جانشین ابوبکر بغدادی رهبر سابق داعش در اکتبر 2019 شد، بعد از اینکه آمریکایی‌ها او رو کشتند، گفته شده که از اهالی تلعفر در عراق هست، از اقلیت ترکمان سنی در عراق هست و آمریکایی‌ها میگن فردی بوده که به وحشیگری و سبائیت معروف بوده و این حمله به مقر او در حالی صورت میگیره که در اکتبر گذشته هم آمریکایی‌ها در این منطقه یک فرمانده ارشد دیگر داعش رو کشته بودند. منطقه‌ای هست که کماکان در اختیار مخالفان بشار اسد هست و عمده گروه‌های مستقر در این منطقه گروه‌های جهادی هستند. خشایر، همونطور که داشتی صحبت میکردی داشتیم تصویری هم میدیدیم که منتشر شده از تصویری که از خانه ای که حمله در اون صورت گرفته، در واقع منتشر شده در ادلب در شمال سوریه و همینطور منتظر هستیم که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی بکنه در این مورد. اما اگر که بخوایم نگاه بکنیم به حمله ای که دیشب انجام شد، به نظر میرسه که چنین حمله هایی بسیار به ندرت توسط کماندوهای آمریکایی در خارج از کشور صورت میگیره. برای که فردی مانند ابو ابراهیم رو آمریکایی‌ها با قول آقای بایدن از صحنه نبرد حذف کنند، احتیاج به کار اطلاعاتی و عملیاتی زیادی هست. عمده این افراد بعد از اینکه اوضاع در سوریه و عراق برخلاف منافع داعش پیش رفت و این گروه در این دو کشور عمدتاً مناطق تحت کنترل خودشون رو از دست دادن، فرماندهان ارشد داعش در بین جمعیت غیر نظامی مخفی شدن و در بین غیر نظامیان زندگی می کنن. برای همین
شناسایی و ردیابی اونها اولا کار آسانی نیست، به خاطر که اونها کار اطلاعاتی میکنن. عمده این فرماندهان افرادی هستند که سعی میکنند که ردپای دیجیتال از خودشون به جا نگذارن، از موبایل، کامپیوتر، وای فای، از هر گونه ارتباطات دیجیتالی که باعث ردیابیشون میشه سعی میکنند بر حذر باشن. برای همین شناسایی و پیدا کردن اونها کار آسانی نیست، اما هدف قرار دادنشون هم به این آسانی نیست، به خاطر که در بین جمعیت غیر نظامی هستن و هر گونه حمله ای معمولا میتونه با تلفات غیر نظامی هم همراه باشه، حتی اگر اون تلفات غیر نظامی زن و بچه این افراد باشن. در مورد این حمله هم گفته شده 13 غیر نظامی کشته شده که در بین اونها تعدادی زن و کودک هست. مشخص نکردن وقتی صحبت از تعدادی زن و کودک میکنن اعضای خانوادهش رو دارن میگن، که احیانا در منطقه مسکونی مجاور هم افرادی کشته شدن یا نه، این رو هنوز نمیدونیم. اما به حال اینها هست که کار رو مشکل میکنه برای آمریکا یا برای انجام عملیات. ولی به طور شک کشته شدن ابو ابراهیم قریشی برای آمریکا یا یک پیروزی مهم در نبرد علیه داعش هست، کار داعش رو مشکل میکنه. اونها به هر حال یک فرمانده جدیدی رو مشخص خواهند کرد، اما فشار برای اونها بیشتر هست و اینکه فرماندهان ارشد اونها یکی یکی دارن حذف میشن و افرادی به قدرت میرسن که از توانایی های فرماندهی و مقبولیت شاید مثل فرماندهان قبلی برخوردار نباشن و همین داعش رو میتونه ضعیف کنه. ممنونم ازت خشایار، همچنان با ما بمون. همونطور که گفتم منتظر هستیم که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این باره صحبت کنه و بعد از اینکه صحبت‌های او رو به صورت زنده پخش کردیم باز هم به تو برخواهیم گشت. اما فعلا حبیب حسینی فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بن آلمان با ما تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای حسینی فر، شما چقدر فکر می‌کنید که مهم بوده این عملیات برای آمریکا و اینکه بتونه موفقیت‌آمیز انجامش بده؟ با توجه به حمله نسبتا گسترده‌ای که نیروهای وابسته به داعش ظرف همین 10 روز گذشته در منطقه الحسکه در شمال سوریه انجام دادن، اون زندان بزرگ مورد حمله قرار دادن، بخش بزرگی از زندانی‌ها را آزاد کردن و در عین حال اون وضعیت تنش‌آلودی که در اردوگاه الهول هستش باز در همین منطقه نشون میداد که از بعد از سال 2019 و کشته شدن آقای بغدادی، اینها به صورت پراکنده که عملیاتشون رو دنبال کردن یواش یواش انسجام خودشون رو به دست آوردن و قدرت گرفتن، اونم در یک محیطی که به نظر میاد بیش از پیش داره کمکشون میکنه که همچنان بتونن گسترش بدن دامنه عملیات خودشون رو. در نظر بگیریم که در عراق، در مناطق سنی نشین، در موسل ویران شده از موقعی که از دست به اصطلاح داعش درش آوردن، همچنان نارضایتی ها بالاست، به اصطلاح بازسازی خوب پیش نمیره، بیکاری بالاست، جوان ها چشم اندازی ندارن. در خود به اصطلاح سوریه هم در منطقه دیر الزور تضادی هست بین اعراب و کردها، اینی که به هر صورت اونجا هم آنچنان چشم اندازی برای مردم وجود نداره، اینی که حتی داعش تونسته اونجا بعضاً دوباره مثلا منابع نفتی رو در اختیار خودش بگیره، مالیات بگیره از مردم، اینها همه نشون میده که در این حال خب تضادی هم که بین خود کردها و نیروهای ترکیه هستش، از اون بر در عراق بین دولت اقلیم و دولت بغداد هست، همه اینها خلاهایی رو ایجاد میکنه که داعش تونسته دوباره قدرت بگیره و عملیات بکنه، اونم در شرایطی که به نظرم نمیاد که فرماندهی متمرکزی هم رهبری بکنه، یعنی به صورت پراکنده به صورت شبکه‌ای دارن عمل میکنن. از این جهت اینی که زدن این آقای قریشی چقدر واقعا تضعیف بکنه داعش رو باید یه مقدار با علامت تردید نگاهش کرد. همونطور که اشاره شد داعش از زمانی که حکومتش حسن پاشید بیش از پیش داره به صورت مثلا گروه‌های پراکنده شبکه‌ای و به صورت ایدئولوژی هم. چقدر این مسئله که به هر حال در دوران آقای ترامپ و همینطور آقای بایدن به نظر میرسه که تمرکز بیشتر روی کشورهای دیگه قرار گرفته، آمریکا نمیخواد به نظر میرسه که زیاد در خاورمیانه دخالت داشته باشه و تمرکزش بیشتر روی کشورهای مثل روسیه و چینه، چقدر ممکنه که این باعث بشه که شرایط به زمانی برگرده که دوباره داعش انسجام پیدا کنه؟ خب عامل نسبتا مهمی است. در نظر بگیریم که خب نیروهای آمریکایی از الان مدتی است در عراق مثلا عملیات رزمیشون رو پایان دادن، از این کشور خارج شدن، عمدتا به عنوان مستشار موندن در عراق و کار آنچنانی نمی‌کنن.
در خود سوریه هم این تعداد نیرویی که دارن 800-900 نیرویی که دارن معلوم نیست که واقعا تا کی ادامه پیدا کنه مثلا این حضورشون. ضمن اینی که داعش در نظر بگیریم که عمدتاً هم دیگه صرفاً در این منطقه حضور نداره، الان در افغانستان هم خودش یک مشکل بزرگ در کنار این که خب طالبان هم اینجا قدرت دارن و در اونجا هم در عملیات انجام میدن، در مناطق رسال شمال آفریقا حضور دارن و در کشورهای غربی هم ایدئولوژیشون داره عمل میکنه. ما هر روز در مثلا متروپول‌های شهرهای بزرگ اروپایی شاهد این هستیم که حملات با کار انجام میشه، با ماشین هم انجام میشه با این ایدئولوژی داعش و راهنمایی که داده. از این جهتش خب این تمرکزی که شما اشاره میکنید و متمرکز شدن بر مثلا مناطق چین و روسیه، اون هم همونطور که اشاره شد در شرایط نامساعدی که در منطقه وجود داره، بی‌ثباتی، وضعیت بد اقتصادی، وضعیت محیط زیستی، تخریب محیط زیست، همه اینها اون چشم انداز مثبت ایجاد نمیکنه و بیش از پیش زمینه فراهم برای جذب جوانها و نیروهای مثلا ناراضی به این گروه. خیلی ممنونم از اون حبیب حسینی فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آلمان با ما. و همونطور که پیشتر اشاره شد، قراره که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این باره صحبت کنه. به محض اینکه صحبتی اون شروع شد به صورت زنده اون رو برای شما پخش خواهیم کرد. فعلا بریم به افغانستان. فعالان مدنی به بی بی سی گفتند که دو زن دیگر که در اعتراضات علیه طالبان حضور فعال داشتند بازداشت شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان خواهان اطلاعات فوری درباره یک خبر بازداشت آنها شده و گفته که همه فعالان زن و بستگانشان که در افغانستان ناپدید شدند باید آزاد شوند. فرین حاسمی گزارش می‌دهد. مرسل عیار، فعال حقوق زنان و خبرنگار، در صف اول اعتراض‌های گسترده علیه طالبان. مادرش گفته 10 عضو طالبان وارد خانه‌شان شدند و او را بردند. محل نگهداریش معلوم نیست. فعالان مدنی افغانستان از بازداشت زهرا محمدی هم خبر دادند. دندانپزشک و فعال حقوق زنان در محل کارش بازداشت شده. او هم در تظاهرات علیه طالبان شرکت کرده بود. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند با تهدیدهای جدی روبرویند. از چندی پیش بازداشت آنها شروع شده. این تمنا پریانی است. قبل از ناپدید شدنش ویدیویی منتشر کرد، در حالی که به گفته او طالبان پشت در خانه اش هستند. ویدیویی که به نمادی از خشونت طالبان علیه زنان تبدیل شده. بعد از این ویدیو او و 3 خواهرش ناپدید شدند. طالبان اما این ویدیو را ساختگی خوانده و گفته بود او را بازداشت نکرده. این هم پروانه ابراهیم خیل است. در کابل در حالی که در ماشین بود جلوی او را گرفتند و به ماشین دیگری منتقلش کردند. از محل نگهداری او هم خبری نیست. یک سخنگوی طالبان پیش از این در گفتگو با برنامه 60 دقیقه بی بی سی بازداشت او را تکذیب کرده بود. چنانه که وعده دادیم همیشه که ما تلاش میکنیم تا آنها را پیدا بکنیم، اما چنانه که به همه معلوم هست آنها منتقدان نظام بودند و شاید خودشان تلاش کرده باشند کدام جای دیگری بروند و یا ممکن خدا نخواسته با آنها کدام قضیه دیگری رخ داده باشه. امارات اسلامی افغانستان باز هم متحد است، کوشش میکند تا آنها را پیدا بکنه به هر صورتی که باشد. همه این زنان ناپدید شده در صف مقدم تظاهرات علیه طالبان بودند. تظاهراتی که در آن حق تحصیل، کار و زندگی را میخواستند. حقی که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان از آنها گرفته شده. ما کوشش میکنیم، پرسان میکنیم که چطور واقعی هست. یه طرخو نیست که یک حکومت در تمام افغانستان که 40 میلیون نفوس داره و هیچ کس نه بازداشت شوه، نه بندی شوه، نه از ضررش دیگه مردم با امن شوه. میشه حکومت هست، بعضی کسا بندی میشه، خلاص میشه. یه کدام گپ یه طور نیست که دیگه دنیا وجود نداره و تنها در افغانستان. نشست اسلو که اخیراً برگزار شد به طالبان این امیدواری را داده که حکومتشان از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. اما آنها با انتقادهای جدی روبرو هستند، از جمله در بند کردن زنان و معترضان. این تصویر هدا خاموش نماینده زنان معترض کابل است در نشست اسلو. جامعه جهانی تاکید کرده که طالبان اگر میخواهند حکومتشان به رسمیت شناخته شود باید حقوق بشر را به رسمیت بشناسند و صدای معترضان را خاموش نکنند. فرین عاصمی، بی بی سی.
چند خبر کوتاه. یک مؤسسه امنیتی سایبری اسرائیلی ایران را به تحریک احساسات ضد فلسطینی و ضد عربی در میان یهودیان بنیادگرای اسرائیلی متهم کرده. بر اساس تحقیقات مؤسسه فکر ریپورتر که در اختیار بی بی سی قرار گرفته، شبکه مفصلی در فیسبوک و پلتفرم‌های دیگر یهودیان ملی‌گرای اسرائیل را هدف قرار می‌داده. این نهاد گفته که احتمالاً منشأ پخش این اطلاعات نادرست در ایران بوده. وزارت بهداشت ایران میگوید با ادامه گسترش سویه اومیکرون 77 شهرستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار گرفتند. به گفته این وزارتخانه تعداد شهرستان‌های قرمز رو به افزایش است. در همین حال بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 37,000 مورد جدید ابتلا ثبت شده و 61 نفر هم جان باختند. انتصاب یک ایرانی تبار به یک منصب عالی دیپلماتیک در آمریکا مورد توجه قرار گرفته. رامین طلویی تهرانی از این هفته به عنوان مدیر کل اقتصادی و بازرگانی وزارت امور خارجه آمریکا مشغول به کار شده. او پیش از این در وزارت دارایی و دانشگاه استنفورد مشغول به کار بود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند برنامه اتمی ایران تا جایی پیش رفته که بازگشتنش به محدودیت‌های در نظر گرفته شده در توافق برجام در سال 2015 فایده‌ای ندارد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از این مقام‌ها گفته که آمریکا نگران است که احیای توافق هسته‌ای با شرایط 6 سال قبل به ایران امکان دهد که در مدتی بسیار کمتر از یک سال به مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بهروز بیاد، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما هستند. آقای بیاد، دقیقاً این مقاله به کدام قسمت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره اشاره می‌کنه؟ به اینکه غنی‌سازی شو جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شدت پیش برده، سانتریفوژهای نسل جدید رو به کار انداخته و غنی‌سازی در حد 20% و حتی 60% کرده و در حدی که یعنی میشه انتظار داشت که دوران گریز هسته‌ای رو، دورانی که به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای یک بمب داشته باشه، بسیار کاهش یافته. یکی از مفروضات برجام اولیه 2015 این بود که دوران گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی یک سال باشه، بیش از یک سال، ولی الان خب قطعا کاهش پیدا کرده. حتی اگرم جمهوری اسلامی راضی بشه که سانتریفوژهای نسل جدید کنار گذاشته بشن یا مواد غنی شده دوباره به خارج انتقال داده یا رقیق بشن، ولی باز هم از تجربه‌ای که کسب کردن، از سرعت کار اخیرشون میشه استنباط کرد که این دوران گریز هسته‌ای دیگه یک سال نیست. از این لحاظ امریکایی‌ها نگرانن که بازگشت به برجام معنیش اینه که دوران گریز هسته‌ای دیگه یک سال نیست، یک چیز دیگری خواهد. در این صورت فکر می‌کنید که آمریکا برای اینکه بخواد ایران رو به همون شرایطی برگردونه که در زمان برجام بود چه خواسته هایی خواهد داشت؟ خب واقعا کار این درست اینه که کار مشکل میکنه. به همین علت هم از اختلاف بین امریکایی‌ها هست الان در درون امریکا، و آن اینکه پاره میگویند بازگشت به برجام معنی ندارد، هم از حزب دموکرات، از حزب جمهوری‌خواه در هر حال میگویند باید اصولا برجام رو فراموش کرد، برگردن به یک توافقهای دیگر. اون معنی اون حرف اینه که فشار به جمهوری اسلامی بازم افزایش پیدا بکنه. منظور من اینه که از نظر علمی اگر بخوان که مانع بشن که ایران این مدت گریز هسته‌ایش کم بشه، آیا چاره اینه که مثلا از ایران بخوان که تاسیسات هسته‌ایش رو نابود کنه یا کلا غنی‌سازی نکنه، چیزایی که قبلا توی برجام نبوده؟ بله، البته اون همیشه میخواستن که جمهوری اسلامی اصولا غنی‌سازی نکنه، ولی آیا جمهوری اسلامی به همچی چیزی تن بدهد مسئله است. من فکر میکنم اگر که الان توافقی صورت نگیرد یا کسانی که نمیخوان طرف توافقی صورت یا بازگشت به برجام نباشد، منظورشون این از یک توافق دیگر. اما اگر در برجام بمونیم، نتیجه این گفتگوها، این صحبتهایی که در داخل امریکا هم صورت میگیره و بخشن هم در داخل ایران، نتیجهش این است که توافق جدی دراز مدتی صورت نگیرد، بلکه یک توافق موقت که شاید یک فرصتی پیدا بشه از این ستون تا آن ستون فرج است، که راهی پیدا بشه که
جمهوری اسلامی رو از جهات دیگر، زیرا که باید در نظر داشته که برنامه هستی جمهوری اسلامی با سیاست منطقه‌ایش در ارتباطه، به نظر من با هم ارتباط تنگاتنگ دارن و شاید افق تغییر در سیاست منطقه‌ای باعث بشه که موضوع هسته‌ای هم کاهش پیدا کنه، در حال موضوع رو پیچیده میکنه این اتفاقی که الان افتاده و برنامه هستی جمهوری اسلامی به شدت پیش برده شده. خیلی ممنونم ازتون. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای از وین با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. آمریکا میگوید در عملیات نیروهای ویژه‌اش در سوریه رهبر داعش کشته شد. فعالان مدنی در افغانستان میگویند دو زن دیگر که در اعتراض‌ها علیه طالبان حضور داشتند بازداشت شدند. در ادامه برنامه، واکسیناسیون آزمایشی فیل‌ها در برابر ویروسی کشنده. در بحبوحه تنش میان اوکراین و روسیه، رئیس جمهوری ترکیه برای میانجیگری به کیف رفته. همچنین قرار است که ترکیه در اوکراین کارخانه تولید پهپاد را راه‌اندازی کند. همزمان مسکو اعزام نیروهای آمریکایی به شرق اروپا را محکوم کرده و گفته که اقدامی مخرب است. از طرف دیگر دبیرکل ناتو در مورد اعزام تجهیزات نظامی پیشرفته روسیه به بلاروس ابراز نگرانی کرده. فرهام قابطی گزارش می‌دهد. این هواپیمای روسیه قابلیت حمل بمب اتمی دارد. بمب افکن توپولوف 95 روی اقیانوس اطلس مانور می‌دهد. روی زمین هم روسیه بیش از 100 هزار سرباز به مرز اوکراین اعزام کرده. غرب میگوید برای حمله به اوکراین. مسکو اما این اتهام را رد میکند. آمریکا هم امروز 2000 نیرو به اروپا اعزام کرده، به آلمان و لهستان. 1000 سرباز را هم که قبلا در آلمان داشت به رومانی میفرستد، همسایه جنوبی اوکراین. اقدامی که به مزاج روسیه خوش نیامده و گفته حرکتی مخرب است و تنش را افزایش می‌دهد. مسکو این سامانه‌های ضد هوایی S-400 را به بلاروس فرستاده، متحد پروپاگورسش و همسایه شمالی اوکراین. دبیر کل ناتو امروز گفت دلیل نگرانیشان تنها این سامانه‌های ضد هوایی نیست، بلکه مجموعه تجهیزاتی است که روسیه به بلاروس فرستاده. این بیشترین اعزام نیروی روسیه به بلاروس از زمان جنگ سرده. 30,000 نیروی رزمی، نیروهای عملیات ویژه، جنگنده‌های سوخو 35، سامانه موشکی اسکندر و سامانه‌های ضد هوایی S-400. پس حرف از مجموعی از تجهیزات نظامی مدرنه، به علاوه رزمایش نیروهای هسته‌ای روسیه که این ماه برگزار میشه. امروز رئیس جمهوری بلاروس در حضور وزیر دفاع روسیه که مهمانش بود گفت برای تجهیزاتی که به کشورش سرازیر شده برنامه هایی دارد. نیروهای ما باید از برادران روسشون یاد بگیرن که چطور از این تجهیزات استفاده کنن. این برای ما خیلی مهمه، چون میخواییم تمام تجهیزاتی رو که الان اینجاست از شما بخریم. امروز پای یک عضو دیگر ناتو هم به این تنش باز شد، ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور برای میانجیگری به اوکراین رفت. ترکیه رابطه خوبی هم با مسکو و هم با کیف دارد. البته این سفر ظاهرا منافع اقتصادی هم برای ترکیه دارد. یکی از نمونه های همکاری ما ساخت یک کارخانه تولید پهپاد در اوکراین است. پهپاد مدل بیرقدار ترکیه. دور از دنیای سیاست و در خط مقدم، این مستمری بگیر 74 ساله با کمک‌های بشر دوستانه روزگار می‌گذراند. اینجا شرق اوکراین و منطقه تحت کنترل شورشیان جدایی طلب مورد حمایت روسیه است. این زن سالمند از حمله راکتی جان به در برده، راکتی که به خانه اش اصابت کرد. این دامپزشک بازنشسته میگوید نمیداند تنش‌ها کی به پایان میرسد و عاقبت این منطقه چه خواهد بود، اما میداند که مهمترین چیز چیست؟ صلح. پرهام قبادی، BBC.
واقع وحش چستر در بریتانیا مشغول آزمایش واکسنی است که میتواند فیل‌های جوان را از خطر مرگ نجات دهد. هدف از این واکسن محافظت از فیل‌ها در برابر یک بیماری مصری و مرگبار است که جان بیش از نیمی از فیل‌های آسیایی را در باغ وحش‌ها گرفته. گزارشی ببینیم از ویکتوریا گیل. In Dali, the elephant calf. این فیل جوان دو سال پیش بین مرگ و زندگی دست و پا می زد. متخصصان باغ وحش چستر گفتند این فیل دچار یک عفونت وخیم شده. عفونتی مصری که سالهاست دامپزشکان و کارشناسان را به خود مشغول کرده. وقتی فیل‌ها دچار این عفونت میشن اول ضعف و تب شدید میگیرن، اما وقتی عوارض به طور کامل بروز میکنه اغلب دیگه دیر شده و ما ظرف 24 ساعت از دستشون میدیم. 85% فیل‌هایی که تومه این ویروس میشن زنده نمیمونن. اغلب این فیل‌ها هم جوان یا کودک هستن که مبتلا و قربانی میشن. حالا یک روزنه از امید باز شده. فیل هایی که اینجا هستند در طرح آزمایش یک واکسن شرکت داده شدند. واکسنی که شاید درمانی برای این بیماری باشد. بدون مشارکت این فیل ها امکان آزمایش چنین واکسنی وجود نداشت. میبینیم که فیل کلی تشویق میشه. ولی چیزی که مهمه احترام متقابل بین فیل و اونهایی که مراقبش هستند. نحوه کار این واکسن مثل همه واکسن های دیگه تحریک سیستم مسئولیت فیله. با شروع مراحل آزمایش واکسن، محققان امیدوارند تا 5 سال آینده واکسنی مؤثر در دست داشته باشند. اما همین الان هم با خونی که از فیل‌ها گرفته میشه، دامپزشکان میتونن بیماری را خیلی زود تشخیص بدن. این فیل 5000 کیلو وزن داره. فقط وقتی با ما راه میاد که دلش بخواد. و این کمک کرده که خیلی از فیل‌ها، از جمله فیل جوانی که در ابتدای داستان دیدیم، از مرگ نجات پیدا کنه. فعالان حفظ حیات وحش امیدوارن این واکسن را در سراسر جهان توزیع کنند، مخصوصا در مناطق آسیایی که این بیماری تهدیدی بزرگ برای ادامه بقای فیل هاست. فیل جوان ما به خاطر تلاش هایی که در باغ وحش چستر شده حالا طعم دوباره زندگی رو چشیده و این همه رو خوشحال کرده. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز، چستر زو. خب برگردیم به خبر اول برنامه. اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفته که نیروهای ویژه این کشور ابو ابراهیم هاشمی قرشی رهبر گروه داعش رو در سوریه کشتن. این عملیات در استان ادلب در سوریه صورت گرفته و این استان در نزدیکی مرز ترکیه قرار داره. تصاویری که دارید میبینید تصاویری است که بعد از حمله منتشر شده. حمله در این خانه طبیعتاً صورت گرفته. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته که قرشی که رهبر داعش بود در آغاز عملیات بمبی رو منفجر کرد و خودش و اعضای خانواده‌اش رو کش. در این حمله گزارش شده که دست کم 13 نفر جسدشون پیدا شده که 6 نفرشون کودک بودن. وزارت دفاع آمریکا میگه که در این عملیات که با استفاده از چند بالگرد انجام شد هیچ نظامی آمریکایی کشته نشده. قراره که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در این باره صحبت کنه. قرار بود که نیم ساعت پیش صحبت کنه ولی این سخنرانیش به تأخیر افتاده. ما سعی میکنیم که حتما در بخشای بعدی خبر تازه ترین ها رو درباره این حمله و اونچه که رئیس جمهوری آمریکا گفت رو با شما در میون بذاریم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.